مجلس طرح بیمه بیکاری رو که در بودجه سال 96 تصویب شده بود، در واقع قرار بود تصویب بشه که کارگران و بیمه شدگان حقوق بیکاری بگیرن، به دلیل مخالفت شورای نگهبان در مورد تأمین هزینه های مالیش فعلا مسکوت گذاشته. آیا شما از حق و حقوق خودتون درباره بیمه بیکاری اطلاع دارین؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین با شمار تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد طرحی که فعلا مسکوت گذاشته شده در مورد بیمه بیکاری، پرداخت بیمه بیکاری به کسانی که کارشون رو از دست میدن. بیمه بیکاری اصولا حقیه که در دولت‌های رفاهی در سال‌های گذشته، در واقع در قرن گذشته تصویب شده. کسانی که کارشون رو بنا به هر دلیلی از دست میدن، اگر طبق قانون بوده باشه و تا زمانی که بخوان در واقع به کار دست پیدا بکنن و دولت‌ها هم باید تلاش بکنن که براشون کاریابی کنن، با ایجاد کار جدید اونا رو سر کار بفرستن، بخشی از حقوق خودشون رو دریافت میکنن. این بخشی که دریافت میکنن در واقع مال زمانی است که خودشون سر کار بودن و بخشی از حق بیمه خودشون رو پرداخت کردن. در سال 1369 هم در ایران چنین قانونی تصویب شده در مورد بیمه بیکاری، اما در بودجه سال 96 وقتی که این طرح اومده با یک فوریت بخواد تصویب بشه، شورای نگهبان به دلیل عدم اینکه تأمین مالی داره، بار مالی داره برای دولت، اونو بازگردونده و مجلس هم فعلا مسکوت گذاشته، چون میگه با دولت به توافق نرسیده. شما چه تجربه‌ای از بیمه بیکاری دارین؟ آیا میدونی که چه حقوقی در مورد بیکاریتون هست؟ آیا اصلا بیمه بیکاری تا به حال گرفتین؟ در ساعت پیش رو از طریق راه‌های ارتباطی که اعلام کردیم، بیاین روی خط و دیدگاهاتی خودتون رو، به ویژه تجربه‌های خودتون رو در این زمینه با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارش رو که همکارانم آماده کردن با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما. شورای نگهبان طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در قانون بودجه سال 1396 را به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، یعنی عدم تأمین هزینه، به مجلس بازگرداند و رئیس مجلس اعلام کرد با توجه به عدم توافق دولت و مجلس در این زمینه بهتر است این طرح فعلا مسکوت بماند. شمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی ایران، درباره تأمین هزینه بیمه بیکاری میگوید: تأمین مالی این بیمه اجتماعی مشخص نیست. چرا مشخص نیست؟ برای اینکه اولا دولت پولی نداره. میدونید تا مدت‌ها این صندوق تأمین اجتماعی از پولی که از روی حقوق بردارند و کارفرما پولی بده، از اون تأمین نمی‌شد. بسیاری از شرکت‌های دولتی رو به صندوق تأمین اجتماعی داده بودن که از اون طریق تعیین بکنه. یعنی وضع از اون مدتی است مشکله. حالا هم که بیکاری بالاتر شده، کسی از روی حقوقش نمیتونه به صندوقی بریزه. اونایی هم که کار دارن دیرتر حقوق اینا رو پرداخت میکنن. دولت هم درآمدی نداره که از مالیات و جای دیگه بتونه به این حساب صندوق برسه. جمشید اسدی درباره ملاک پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران میگوید: هر کسی که به طور غیر ارادی از کار کردن محروم شده باشد بیکار است و این بیکار باید پول بگیرد. اما مثلا خب شرایطی داره که بحث در این مورد زیاد شده، حتی در خود جمهوری اسلامی. مثلا اگر یک شرکتی این برای بازسازی خودش تجهیزات نو بیاورد
و مجبور بشود یک عده ای رو کنار بذاره، خب حالا این بحث اینه که اینا جزو بیکارا هستن یا جزو بیکارا نیستن. دوره پرداخت بیکاری بین 6 ماه تا 5 سال متفاوت است، چنانکه شیوه پرداخت آن بستگی به کارفرما دارد. یکی از آشنایان با مسائل کارگری در ایران میگوید بعضی از کارفرمایان از عدم آگاهی کارگران سوء استفاده میکنند. اکثر کارفرما خیلی زرنگن، قبل اینکه اینا چیز بشه اینو به اصطلاح برمی‌دارن تسهیلات میکنن، معمولا این شامل حالشون نمیشه. تا اینا کارگرا حتما باید تسهیلات نکنن از کارفرما که این بیکاری بتونن برقرار کنن. این در حالی است که بسیاری از کارگران بیمه بیکاری پرداخت می‌کنند و بر اساس قانون سال 1369 سازمان تامین اجتماعی موظف است به افراد بیمه شده‌ای که بدون اراده خود بیکار شده و آماده به کار هستند و نیز بیمه شدگانی که به علت حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار شده و تحت پوشش این سازمان هستند بیمه بیکاری پرداخت کنند. رضا یگانه، صدای آمریکا، واشنگتن. نظرات زیادی دریافت کردیم از طریق شبکه‌های اجتماعی که در طول برنامه حتما مرور می‌کنیم اونها را. شما هم می‌تونین از همین الان با پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط با ما تماس بگیرین. 202-382-7205 شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط تماس بگیرین، نظرتون رو در برنامه منعکس کنین. مسعود سیاوش از تهران روی خطین، بفرمایید. با درود بر شما و خسته نباشید جناب صفوری. بنده از سال 58 که در کارگاه پدرم کارگاه درودگری بود کار میکردم و از همون سالم بیمه شدم. در بعد رفتم سربازی، اومدم تو جنگ شرکت کردم، شیمیایی شدم، کار به اونا ندارم. در سال 65 دوتا انگشتامو قطع کردم به توسط اره، گفتن چون کارگاه خانوادگی بوده به شما چیزی تعلق نمیگیره. الانم هلوش تقریبا 55-56 سالمه، با 35 سال تقریبا پول بیمه پرداخت کردن و تقریبا 7-8 سالشو میگن گم شده، قبل از مکانیزه بوده، نمیدونم فلان بوده. هر زن اینه بیمه اصلا ربطی به دولت نداره، بیمه رو صندوق تامین اجتماعی رو مردم کارگرا با پول خودشون درست کردن که بتونن ازش در آیندهش استفاده بکنن. این من نمیدونم چرا همه جای دنیا به این سبکه که این پشتوانه باشه، ولی متاسفانه الان میری بیمه، الان دارن از من بیکار هستم میگن کارگاه چون خانوادگیه به شما چیزی تعلق نمیگیره بیمه بیکاری. الان من 4-5 سال بیکار هستم، ماهی 250,000 تومان از من حق بیمه میگیرن، هیچ گونه ارائه خدمتی هم ندارن. این آقایون دزدن، واقعا دزدن. ببخشید من نباید بگم، ولی این مال مردمه، این دیگه ربطی به دولت نداره که آقای جنتی میاد توش فضولی میکنه. اگه امری ندینی خیلی ممنون. سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط. امیر از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمی. سلام علیکم، خسته نباشین جناب سفیری. بفرمی. عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم. ممنونم، بفرمی. عرض به خدمتتون، بیمه بیکاری در ایران میان مستلزم میکنن به چند حالت. میگن اولا ظرف یک ماه از قطع کار، قطع کاری که از طرف کارفرما اجرا شده باشه، شما باید به حتما به شکایت کنین به اداره کار. اگر این کار نکنین به راحتی وزارت کار از یعنی اداره کار یا تامین اجتماعی یا شرکت یا هر چیزی شانه خالی که میکنه از دادن بیمه بیکاری. این اولین عیبی هستش که اینجوری میخوان یه جوری برجهت، اگر یه مشکلی برای کارگر پیش اومد که نتونست مثلا به موقع بره شکایت کنه، بتونن از این قانون یعنی در واقع فرار کنن. حالت دوم این که برای بیکار بر اساس اون تخصصی که داره یا حالا اون کارهایی که داره نسبت به حقوقش خیلی میزان کمی رو بهش میدن و اینم مدت هم باید باز کوتاه خواهد بود، یعنی خیلی مدت دار نیست که اگر یه بیکار بخواد خیلی مثلا چیز میفرستنش جایی که اصلا کارهای خیلی سخته. میگن اگر اینجا کار تونستی گیر بیاری باید بری حتما کار بکنی، اگر نه دیگه بیمه قطع میشه. و اینم باز مثلا چیزهای جدیدشونه که مثلا مثل این دوستمون باید حتما طرف، معذرت میخوام
در یک کارگاهی دستشو گذاشت زیر پرس، دو سه تا ناخونشو قطع کرد که باز بتونه مثلا از این چیز استفاده کنه. اون خیلی کار اشتباهی کرد، ولی میگم وادار میکنه. البته نکته ای که امیر ممنونم که اومدی روی خدم، و نکته ای که سیاوش از تهران یادآور میکرد بحث به عمد نبوده، یعنی در واقع کسی خودش رو به عمد قاعدتا ناقص نمی کنه، چرا نقص عضو نمیشه که بیمه بیکاری بگیره. ممنونم که اومدین روی خط، بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، همراه ما باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. نظرات رو با فیسبوک شروع میکنیم. نسیم از کاربران فیسبوک با 12 سال سابقه کاری میگه هیچ وقت از طرف کارفرما من بیمه نشدم و بارها براش پیش اومده که نزدیک عید به بهانه های مختلف از سوی کارفرما اخراج شده تا حقوق پایانی ماه رو بهش پرداخت نکنن. همینطور عیدی رو میگه بارها هم شده به جای 8 ساعت کار قانونی به اجبار کارفرما 10 ساعت کار کردم اما هرگز درصدی اضافه کاری در نکردم. همین الان هم میگه با اینکه در هولدینگ بزرگی کار میکنم و مدام در شرکت‌های زیرمجموعه در رفت و آمد هستم به درخواست خود کارفرما، اما متاسفانه حقوق بهمن و اسفند رو حتی ایدی هم دریافت نکردم و باز هم اشاره میکنه که بیمه هم نشدم. یعقوب از کاربران اینستاگرام روی خط میگه همه کارگران میدونن که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین کلاهبرداره. حداقل دریافتی تامین اجتماعی به هر کارگر بیشتر از 350,000 تومانه. سهم بیمه بیکاری جدای از 30% حق بیمه از کارفرما دریافت میشه و این سازمان تا پولی را از شخصی یا ارگانی نگیره حتی 1 تومن پول به کسی پرداخت نمی کنه. میگه مثلا با 1,000 منت کارگران ساختمانی رو بیمه کردن و این در حالیه که چندین برابر حق بیمه کارگر رو پیشاپیش از خود کسانی که ساختمان ساز هستن گرفتن. خیانت این سازمان میگه به قدری بزرگ و گسترده است که میشه روزها و ماهها در این باره صحبت کرد. بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. پیامگیر رو یادتون نره. 202-382-7205. فرید از گیلان روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. سلام بر شما. الو بفرمایید، صداتون پخش میشه، روی خطیم. ببخشید من شرط این بیمه بیکاری رو دقیقا متوجه نشدم به چه صورتیه. این در واقع شما با شما شاغل هستین؟ بله. طبعا وقتی که قراردادتون رو امضا میکنین میتونین از شرایط بیمه بیکاریتون هم مطلع بشین دیگه. ما کارشناس این حوزه نیستیم، ولی به دلیل اهمیت موضوع این موضوع انتخاب شده. اگر شما تجربه‌ای در این زمینه دارین میتونین سوال بکنین، تجربتون رو با ما به اشتراک بذارین. اما اینکه ما شما رو راهنمایی بکنیم که چجوری باشه، شما باید از اداره کار، نزدیکترین اداره کار محل زندگیتون یا محل کارتون سوال بکنید. بله، من فقط خواستم که ببینم شرطش به چه صورتیه که بعد حالا دیگه منظورم هم گرفتم دیگه چجوری هسته. بله، سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط. آقای نجفی از مشهد روی خطین. آقای نجفی بفرمایید. جناب سفیری سلام عرض کردم، همچنین سرکار خانم ایران دوست. بفرمایید. این بیمه بیکاری شامل بنده حقیر، اول استخدامم 4 سال در یک کارخونه بودم، 20 سال در یک کارخونه دیگه، 24 سال 50 ماه به طور 50 ماه یعنی 4 سال و 2 ماه من بیمه بیکاری شامل حال من شد که آخری سمتم تکنیسیان خطوط چاپلاک بود در سنبستانی مشهد.
این آقایی که میفهمن چجوری بیمه بیکاری 23% کارفرما مثلا پرداخت میکنه بابت بیمه، 3% میره بابت بیمه بیکاری توی صندوق ذخیره خود تامین اجتماعی. بابت چی 3%؟ 3% بابت بیمه بیکاریه. آقای شورای نگهبان اصلا ربطی نداره. آقای نجفی شما تا به حال بیمه بیکاری گرفتین؟ من 50 ماه کامل شامل حال من شده که من ببینید اگر که ببینید نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، فقط به ما کمک بکنید در به عنوان آدمی که تجربهش رو داره. آیه نجفی اگر که چه مبلغی و چه درصدی از حقوقتون رو شامل میشد، یعنی میتونستین باهاش زندگیتون رو اداره بکنین با بیمه بیکاری که میگرفتین؟ بیمه بیکاری گرفتم 250,000 تومان. اون موقع حقوق من با 60 اون زمان شاغل بودم 250,000 تومان بود. همون سقف آخر حقوقی که من میگرفتم سقف آخر به من دادن، خدایش دادن. سقف آخر 250,000 تومان بود که من حقوق شاغل بودم که کارخونه کار میکردم به من دادن. به مدت 4 سال 4 سال و 2 ماه و هر سالم که حقوق اضافه میشد باز اون درصد حقوقی که به بقیه اضافه شد به منم اضافه میشد. این 3% که بیمه بیکاری میگیره آقای سفیری که من چون اطلاعات کافی دارم در این مورد 50 ماه کامل گرفتم، این 3% میره توی ذخیره میشه از پول کارفرما. بله درست، بله فرمولش درسته، ممنونم. بله اینجوریه. الان جدیدن به خاطر کارخونه جات آقای سفیری تعطیل شده، به بنبست خوردن آقای اون ندارن، صندوقشون خالی شده، کارخونه تعطیله. این آقای اینجوری کار میکنن. ممنونم آقای نجفی از اینکه اومدین روی خط. شهرام از خوزستان روی خطین، بفرمی. شهرام بفرمی. ارتباطمون با شهرام برقرار نشده. حسین از قزوین روی خطین، بفرمی. با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز، سلام بر شما، بفرمایید. جناب سفیری، درآمد تامین اجتماعی از بخش دریافتی‌های حق بیمه یکی از کلی افراد شاغل می‌گیرند، درسته؟ درسته. پس من نمی‌دونم این واجبی که می‌فهمن که بودجه‌شو باید دولت تامین کنه یا این چیزا، من واقعا متوجه نمی‌شم. تامین اجتماعی نشون داده که بارها نشون داده که واقعا فساد داخلش هست و این چند سال پیش هم یه جاهایی داشت میرسید، ولی باز مثل اون قضیه که آقا فرمودن کشیش ندی، باز سر حرف رو گذاشتن، معلوم نشد کی برد کی خورد کجا رفت. من شخصا خودم رو مثال میزنم که حدود 12-13 سال حق بیمه دادم، بعد در اواخر زمانی که شاغل بودم توی قسمت مدیریت بودم، بعد توجه بکنم اون زمانی که بیکار شدم ناخواسته به خاطر حقوق اجناس چینی که خیلی مثل من بیکار شدن، قبلا هم عرض کردم خدمت. بعد به من برای 13 سال حق بیمه‌ای که من پرداخت کردم که شرکتشون پایین نره 18 ماه به من حق بیمه دادن، بیمه بیکاری دادن، معذرت میخوام. بیمه بیکاری که به من دادن من واقعا فقط به اندازه اجاره خونه من میشد و به هیچ جای زندگیم که نمیرسید، ولی باز یه آپاریکی بود که اگر این ادامه خب بعد از 18 ماه چرا قطع شد؟ یعنی بر مبنای اون فرمول به شما 18 ماه تعلق میگیره؟ فرمولی داره، جدولی داره که نسبت به زمانی که هر شخص حق بیمه پرداخت میکنه بهش مثلا این مدت زمان تعلق میگیره. درست. که من فکر میکنم این دلخواهی هم هست، حالا جدوله هست ولی یه به قول معروف چی میگن؟ یه جایی براش گذاشتن، یه تلورانسی داره، از یه جایی تا یه جایی مثلا 18 ماه دستش باز اون شخص نسبت به دریافتی که من داشتم، اون حقوقی که آخرین حقوق 3 ماه آخری که دریافتی من داشتم و دیگران جز به قوانین این جدوله محاسبه میشه بر طبق اون که خیلی هم میان که باید نمیدونم واقعا باید با این دولت همین کار کرد، میان تبانی میکنن با ساب کارشون اون 3 ماه آخر رو به عنوان چی میگن یه چیز به قول معروف کز می نویسن که بتونن بیمه بیکاری بیشتری بگیرن، مخصوصا کسی که بخوام بازنشسته بشم. بگذاریم قربان، سرتون درد نمیارم. توجه فرمایید جناب سفیری، خواهش میکنم. به من 18 ماه دادن ولی با همین سابقه کار و حدود حقوقی که من دریافت میکردم کسی دیگه ای بود که 3 سال دریافت کرد، که من واقعا حرفم به جایی نرسید.
وقتی رفتم دو پی می‌خواستم پیگیر این قضیه بشم تو اداره کار قضایی، به من گفتن برو اصلا همین هم قطع می‌کنی. که ناچارن من فقط همون 18 ماهه گرفتم و الان بعد از 4-5 سال هنوز بیکارم و واقعا مشکلم دارم از نظر درآمد. و همیشه برام این سوال بوده که این پولایی که داره تامین اجتماعی میگیره کجا میخوان جواب بگوشن بابت اینا؟ چرا الان این حرفو میزنن که باید دولت تامین بودجه کنه یا تامین بودجهش معلوم نیست باید در کجا بشه فلان؟ پس این پولایی که دارن میگیرن بس اصلا همین کار بشه دیگه. بگذاریم که جناب سفیری چه ساختمونا و چه تاسیساتی برای خودشون درست کردن. سرتون درد آوردم، تشکر. خواهش میکنم، سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط. امیدوارم که مشکلتون هم حل بشه در سال جدید. محمد رضا از شهریار روی خطین، بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما. وقت بخیر آقای سفیری، خوب هستید؟ ممنونم قربان، بفرمایید. خدمت شما و خانم ایران دوست سلام عرض کنم و من جسارتم که اینجا داشتم حقوق هستش، حالا اینو به تفصیل خدمتتون عرض کنم. از لحاظ 1 تا 24 قانون کار تصریحا با تبصره هایی که دارن راجع به شرایط دریافت بیمه بیکاری مفصلا صحبت شده، منتها این برای اشخاصی هستش که اینها به خاطر تعدیل نیرو از کار برکنار شدن، یعنی شدن چه شخص مستعفی باشه یا به هر دلیل مغرضانه اخراج بشه، جوری شرایط برسه رو تنگ میکنن که از اون شرایط نتونه بهره مند بشه و متاسفانه اگر هم بهش تخفیف داده بشه 2 ماه 1 بار فقط و فقط اون مبلغ مربوط به پای حقوقی رو که میگیره که رقم وزارتکاری هستش یه مبلغ نازلی رو به ایشون تخفیف میدن بر اساس سنوات کاری که داشته، یعنی از 2 سال تا 36 ماه بهش این شخص حالا میتونه دریافت بکنه اینو. و معضل اصلی که هست توی نظام اداری و بالاخص تامین اجتماعی ما جذب پرسنل ها به صورت تبصره 3-4 یا قراردادی و شرکتی صورت میگیره که پیمانکارانی که برای خود دولت کار میکنن و از قدرت سیاسی و نفوذ یا مالی برخوردار هستن، اینها میان و با مجموعه ها وارد قرارداد میشن، اشخاص رو جذب میکنن. بعد از جذب اشخاص دیگه این پیمانکار هستش که صحبت میکنه، چون رأس هرم قدرت تحت ید این اشخاص هست و از حق تنفیز خودش حالا به عمد یا به سهل در راستای زائل کردن حق اشخاص کم درآمد و ضعیف جامعه بهره مند میشه. این شرایط کاری و بیمه ایران هستش. ممنونم از اینکه اومدین روی خط. سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط. شهرام از خوزستان، شما روی خطین؟ ارتباطمون برقراره با شما؟ شهرام از خوزستان. شهرام اگر که میتونین مجددا با ما تماس بگیرین. متاسفانه صداتون رو ما نمیشنویم، صداتون رسان نیست. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. به پایان بخش اول برنامه رسیدیم در مورد بیمه بیکاری و اینکه چرا شورای نگهبان به دلیل با این استدلال که تامین مالی داره و بار مالی داره برای دولت اونو بازگردونده برنامه داریم. نیمه دوم رو آغاز میکنیم، تا دقایق دیگه همراه ما باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. شکر واحد بودم، بعد از 11-12 سال صادقانه کار کردن و جوانیمو گذاشتم بیمه. متاسفانه 5 نفر بودیم، نفرات خونمون که زیر پوشش من بودن، خانوادم. 2 سال به من بیمه میکاری مایی 200 تومن داد و خود شرکت واحد بعد از 12 سال که مجبور شدم از شرکت کناریگی کنم به خاطر مریضیم که تو اون شرکت هم اتفاق افتاد، همش به من 2 میلیون تومن دادن.
خواستم این دگوش آقایون مسئولین محترمه که به درد مردم خیلی رسیدگی میکنن برسه. کارگران محترم ممکنه که از حق و حقوق بیکاریشون اطلاع آنچنانی نداشته باشن، ولی مسئله نیست و میتونن اطلاع پیدا کنن. ولی اون چی که مسلمه از حق و حقوق زمانی که کار میکنن اطلاع دارن. آیا کارگران محترمی که مرتب جلوی مجلس، وزارت کار، سندیکا، این بر اون بر جمع اعتراضی دارن برای حقوقهای عقب افتاده 3 ماه و 6 ماه شون به نتیجه رسیدن؟ کارگران معدن که اعتراض کردن چرا حقوقمون رو نمیدین و چند ماه به عقب افتاده، مگه شلاق نخوردن؟ حالا فکر حقوق بیکاری باید باشن؟ چه حقوقی؟ اصلا اینا حقوق درستی دارن؟ زیر خط فقر زندگی کردن حقوقه؟ یکی از کاربرانمون در فیسبوک به نام سیما میگه وقتی نمیتونن یا بهتر بگیم نمیخوان شغل ایجاد کنن، باید جوانان تحصیل کرده و دارای مهارت رو بیمه کنن. این حق جوانانه. سعید میگه یکی از مصارف مبلغی که تحت عنوان بیمه تأمین اجتماعی از حقوق ماهانه کارگران کسر میشه، تضمین بیمه بیکاری کارگران برای دفعات و مدتی محدوده. ولی بهتره به جای اینکه همیشه بخشی از مردم دائما تحت مصیبت بیکاری قرار بگیرن، به دنبال راهکاری باشیم که این طبقه رو قوی تر بکنیم و پایه مشاغل دولتی که غیر قابل ارزش هست رو سست بکنیم. بهروان یکی از کاربرانمونه که در فیسبوک نظر گذاشته، میگه من میخوام به صفهای طویل اعلام حضور و غیاب در اداره وزارت کار استان البرز اشاره کنم. ای کاش یکی از مسئولین خودش بدون کسی که قرار بیمه بیکاری بگیره فقط یک بار در صبح سرد زمستانی در این صف قرار بده خودش رو و برخوردهای بد مسئولین و ازدحام و وضعیت نابسامان این بیمه رو کم و بیش از نزدیک لمس بکنه. پیامگیر رو فراموش نکنین. همونطور که دیدین بسیاری از بینندگان تماس میگیرن و از طریق پیامگیر نظرشون رو در برنامه منعکس میکنن. 202-382-7205 شما هم میتونین از این بینندگان ما باشین. بهمن از تهران روی خطین، بفرمایید. با درود خدمت شما. درود بر شما. بگم که این نظام واقعا دیگه حجت رو به مردم تمام کرده، فقط مونده بود دیگه قشر کارگر. از قشر کارگر واقعا آسیب پذیرتر ما نداریم که ظلم کردن به این قشر هم دریغ نکردن. همین شورای نگهبان که بیشترشون از فقها هستن، از فقهایی که ادعا میکنن حامی مستضعفن، حامی پابرنا و قشر آسیب پذیرن، همین قشر میاد بر علیه قشر آسیب پذیر و مستضعف قانون میده بیرون. ولی من الان طی 3-4 سال اخیر از 2 تا شرکت از اداره کار حکم گرفتم که محکومن به پرداخت حقوقاتم، اما واقعا این حکمای اداره کار هیچ جا ارزش نداره و هیچ جا والا بهش اعتنای نمی کنن. نه تنها ما 300-400 نفر کارگریم، هیچ جا به ما والا اعتنای نمی کنن. مگه این کارگر راضیه؟ برای مدیران پول هست، نقدینگی هست. همین شورای نگهبان و مجمع اومدن سختی که مجلس تعیین کرده بود برای دریافت این مدیران رو برداشتن. یعنی مدیران حد و مرزی نباید داشته باشن برای دریافتشون، اما کارگر چرا؟ کارگر که ازش مالیات کم میشه برای همون مدیر و همون فرمانده سپاه و ارتش، اینجا نباید از یک سری از بس قانونی که بهش تعلق میگیره برخوردار بشه. این پول هست برای ساخت کاری که ابراهیم که صدر اسلام اینها دارن میکنن با پول این ملت و کارگر در حرم حضرت علی دارن برای فاطمه بارگاه و سرنوسرا درست میکنن. من بهمن اجازه بدین، بهمن اجازه بود علی که بهمن شوهر فاطمه اجازه بدین، بهمن اجازه بدین. ببینید این که چه اتفاقی در ایران داره میفته و عملکرد دولت ایران، این حق شماست که بیاین نظر بدین با توجه به این که به هر صورت شرایط دشوار اقتصادی رو دارین تجربه میکنین، دشوار که نشاید تحمل ناپذیر رو. اما یه مقدار از بحث وقتی که دور میشیم واقعا با عذرخواهی عرض میکنم، اداره کردن برنامه مدیریت زمانیش برای ما دشوار میشه. سپاسگزارم که اومدین روی خط. کاوه از سوئیس روی خط هستیم، بفرمایید.
سلام آقای سفیری. سلام بر شما. من با این تجربه‌ای که کارگر یا کارمند داشتم در سوئیس چجوری عمل میکنن، کارگر یا کارمند میتونه بعد از یک سال اگر کارش تموم بشه و صاحب کار بشه، احتیاج نداشته باشه، حق گرفتن این از صندوق میتونه پول بگیره. و حالا 20 سال کار کنه، 30 سال کار کنه، فقط اینا یک سال به اینا بیشتر حقوق نمیدن. بعد از یک سال اگر طرف باید از اینجا بره بیرون، یا باید کار پیدا بکنه، یا باید از این مجموعه چی میگن صندوق باید بره بیرون، دیگه صندوق بهش نمیده. بله. بعدن شهرداری های محله ها هستن یا شهرها هستن که اینا رو به صورت میگن که مثلا بهشون کمک میکنن، حق بیمهشونو میدن، مینیمومشونو بهشون میدن. ولی این صندوقی که آقایون صحبت میکردن، یکی میگفت 48 ماه من گرفتم، یکی میگفت 18 ماه گرفتم، نمیدونم چجوری توش میریزن، چجوری حساب میکنن که هیچی فکر میکنم راضی نباشه. ولی فکر میکنم اگه یک مدیریت به این داستان بدن و یه الگوی قشنگی راجع به این داستان داشته باشن، صندوق چیز اجتماعی که نمیتونه چون میدونم 48 ماه حقوق بده، مگه این آقا میگه خودش 3% داده، 3% حقوقش رو حساب بکنه چه پولی ایشون گرفته. من راجع به پول صحبت نمی کنم، ولی فکر میکنم بعد در مورد زمان منظور. درسته. ممنونم. آقای رحیمی از ترکیه با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. آقای رحیمی از ترکیه با اسکایپ. سلام جناب سفیر. سلام بر شما. زنده باشی آقای سفیری. سلام خانم ایران دوست. ارسانم به حضورتون، همیشه باید یک لایه، یک برشی از اخلاق در قانون حکم فرما باشه. یعنی زمانی که این همچی وضعیتی نباشه، اصلا تنظیم نیست، همه چی به هم میخوره. جناب سفیری، الان همینجا توی ترکیه خیلی ها هستن بیکارن، من دارم به چشم میبینم، بازنشستگی دارن میگیرن، حقوق بیکاری دارن میگیرن، برای بچه هاشون دارن پول میگیرن. هیچی هم نیست توی این مملکت، نه نفتیه، نه گازی، هیچی هم ندارن، فقط از طریق توریست داره اداره میشه. در ایران سران جمهوری اسلامی به فکر مردم نیستن، به فکر منافع خودشونن. امری باشه آقای سفیر. ممنونم آقای رحیمی از اینکه اومدین روی خط. علی از تهران روی خطین، بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بر شما و خانم ایران دوست. خواهش میکنم. من دو دقیقه بیشتر صحبت نمی‌کنم. خواهش میکنم. بفرمایید. از کنم بیمه بیکاری و مشکلات اون که موزه برنامه‌تونه، مشکلات برای مردم خیلی بیشتر از این حرفاست. باید از کنم که چون عدالت در جا حاکمیت وجود نداره، همه چیز در هم به هم میشه و حق مردم را به سوریه و عراق و یمن و لبنان میدن. دیگر چیزی برای مردم که بیمه بیکاری و غیره حق این مردم هست نمیمونه، اما دزدان خودشون میدزدن. در زمان ریاست قوه ناقضائیه محمد یزدی خودش گفت که وقتی سیاست از درب قضائیه وارد میشه، عدالت از پنجره فرار میکنه. چه کسی عدالت رو فرار میده؟ حالا بیمه بیکاری هم فرستادن برای شورای نگهبان، اون رد کرده، تشخیص مصلحت فرستادن. این ارگان های شیطانی مصلحت چه کسانی رو به جز آقازاده ها رو میخوان؟ اگر یادتون باشه زمان رئیس مجلس بودن ناطق نوری، خود ناطق نوری گفت که بازنشستگی معنی نداره، بابا کار کرده حقوق گرفته. خب پس چرا برای شما مفخوران همه چیز معنی داره، برای مردم نداره؟ اما این چیز که حق مردمه معنی نداره. بیمه بیکار هم میخوام با این ترفند حذف کنم، از نفس کشیدن مردم دارن پول میگیرن، اینها از ما نیستن و به ما رحم نخواهند کرد. زن اینا عربه، من خودم 5 سال جبهه داشتم، ای کاش نمیرفتم، حالا بیکار و بدبخت. از این اگر این طرح برای کمک به فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن بود، خیلی زود تصدیق میشد. برای اینها بیمه بیکاری به ماهیگیران و غیر فلسطین تعلق نه به ما. تابلو داریم که سازمان تامین اجتماعی نشته به دوش نمیشه، در حالی که اصلا از ما هیچ حمایتی نمیشه. ممنونم، لطف کردید. ممنون از شما که اومدین روی خط. روزیتا. یکی از کاربرانمون به نام محمد میگه تامین اجتماعی از هر راه و ترفندی استفاده میکنه تا بیمه بیکاری پرداخت نکنه.
خودش رو مثال زده، میگه من 9 سال بیمه ریختم، زمانی که بیکار شدم به بهانه های مختلف بیمه بیکاری بهم ندادن، الان 1 سال و 2 ماهه که بیکارم و خودم از جیبم دارم بیمه پرداخت میکنم. در اینستاگرام جوپیتر میگه من از بیمه بیکاری استفاده کردم نزدیک 1 سال، ولی چه فایده؟ پولی که میدن کفاف خرج خورد و خوراک رو هم نمیده، مدتش هم محدوده، در ضمن 6 ماه بیشتر نیست. سر کار رفتم، شرکت دوباره ورشکست شد، بیکار شدم، دیگه هم شامل بیکاری نمیشه. الهه یکی دیگر از کاربران اینستاگرام ما میگه 10 سال در بانک سابقه کار دارم، اما به صورت نیمه وقت با مدرک لیسانس معدل 18.5. در این 10 سال همش وعده های پوچ به من دادن که عمل نکردن که میخوان استخدام کنن، اما بی پایه و بی اساس بوده. حالا بعد 10 سال حقوق اداره کار بدون اضافه کار که امسال شده 800 هزار تومان، خواستم استعفا بدم، گفتن هیچی، بیمه هم شاملت نخواهد شد. مسعود. ابوبکر از دانمارک با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. خسته نباشید. خدمت شما عرض شود بیمه یک چیز خیلی خیلی ضروری هست برای یک کارگر و بیمه باید پشتوانه حکومتی و دولتی داشته باشه. هر کشوری که زیربنای کارش حمایت از جویندگان کار و بیکاران نباشه، سیستم اقتصادیش جوابگو نخواهد بود و سیستم اقتصادیش به هم میخوره. باید به جای هزینه‌های بریز و بپاش اضافی، کارگر و کارفرما رو به هم نزدیک کنن، به مردم مهارت کار نشون بدن، هر متخصصی رو باید سر جای خودش بنشونن بذارن. باید قبل از اینکه به هنرجو مهارت یاد بدن، پتانسیل و ظرفیت کارش در جامعه حاضر شده باشه، نه اینکه دانشگاه باز کردن هنر نیست، دانشگاه آزاد، دانشگاه نمیدونم چی. باید برای این مردم قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه، این هزینه های گزاف که به عهده مردم بدبخت خودشون هست، باید قبل از این حکومت دلسوزانه ظرفیت و پتانسیلی آماده کرده باشه. در واقع شما بیشتر مد نظرتون این هستش که باید مشاغل جدید ایجاد شه، از بیکاری جلوگیری بشه، درست عرض میکنم؟ 100%. آی سفیری، چجوری این کار درست میشه؟ این کار باید یک حکومت دلسوز، یک حکومت که به جای این که به بیراهه فکر کنه، اول به فکر اقتصاد کشورش باشه. هر کشوری که بیکار، آمار بیکار در کشور زیاد باشه، معمولا جرم و جنایت بیشتر میشه. یعنی بیکاری و کار در یک کشور اصلی ترین پایه. ممنونم ابوبکر از اینکه اومدین روی خط. شهرام از خوزستان، امیدوارم که این دفعه ارتباطتون برقرار بشه، بفرمایید. با سلام و شب بخیر خدمت شما و همکارای عزیز. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای سفری، مورد این موضوع بیمه بیکاریتون میخواستم صحبت کنم. بفرمایید. بنده تقریبا 5 یا 6 سال توی این شرکت‌های خصوصی کار کردم و متاسفانه فامیلی یا پارتی یا هر چیزی که هست خصوصی بوده بود که مثلا 8 ماه از بیمه من رو طرف پیمانکار رد نکرده بود و این بین دست ما هم به هیچ جا بند نبود. بعد از این که کار تموم شد، بعد ما رفتیم به بیکاری که یعنی به بیرون طرف از کرکر این کار تموم شد بود، وقتی به برای کار حاضر کردم به سواخون و به سواخون به مست نگاه کردم، دیدم تقریبا 8 ماه از بیمه من رو. شهرام، من باز هم از شما صمیمانه عذرخواهی میکنم، ولی نمیدونم متاسفانه چرا ارتباط شما با ما برقرار نشد، صداتون رسان نیست. شهرام از خوزستان بود در مورد وضعیت بیمه بیکاری خودش، تجربه خودش. این خیلی مهمه که در واقع دولت که باید نقش ناظر، اصطلاحا بهش میگن سه‌جانبه‌گرایی، یعنی کارفرما، کارگر، دولت. دولت قوانین رو وضع میکنه، بر حسن اجرای قوانین بین کارگر و کارفرما نظارت میکنه. هر قدر این نقش و نظارت قوی تر باشه، از حقوق کارگر در قبال کارفرما دفاع میشه کرد. در واقع اگر چنین نباشه، حقوق بیمه بیکاری کارگری، کارگرانی یا کسانی که
شغلشون از دست دادن دریافت نکنن، اون وقت خیلی اتفاقات ممکنه در اقتصاد جهانی رخ بده. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، همراه ما باشید در آخرین دقایق. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. من یه فردی هستم 67 سالمه، 3 سال سابقه بیمه داشتم. حالا دولت اعلام کرد گفتش که هر که میخواد میتونه بیاد تا 10 سال بخره، یعنی 3 سال هر چی بیمه، حتی یه ماه دو ماه یه سال هم داشته باشه میتونه بیاد پول بده تا 10 سال پر کنه که بهش 10 روز حقوق بدیم. خب دو سال هم که من اصلا سربازی، گفتم سربازی قبول نیست و درد نمیخوره، نمیخواستی بری سربازی، قبولش نکردن. گفتن آقا شما سه سال سه ماه کم بیمه داری، حالا از هر سالی باید 1,800,000 تومان بدی، یعنی یه دفعه جمعاً 7,800,000 تومان به اضافه اون سه ماه. من از کجا بیارم این پول رو بدم اگه این همه این پول داشتم که به قول معروف با این سن و سال هم که 65 سال هم میرفتن پراید میخرم تو خیام مصطفی کشی میکنم. باید سن بازنشستگی بالا بره تا به هر حال افراد بتونن بیشتر کار بکنن و کمتر از حقوق بازنشستگی استفاده کنن و افرادی که بیکار هستن بتونن از این مزایای به هر حال افرادی که کار میکنن بیشتر استفاده بکنن. این حق افراد بیکار هستش که از این مزایا بتونن استفاده بکنن. تمام دنیا به هر حال این بودجه رو از طریق به هر حال همین افرادی که کار میکنن بودجه تامین اجتماعی و تامین میشه. 10 سال کار کردم برای شرکتی، شرکت از من بیرون کرد بدون هیچ حقوقی، زحمت فراوان کشیدم اما بدون هیچ حق حسابی، نه بیمه بیکاری، فقط 400 تومان دادن، بعدم هیچ ندادن، بیرون کردن. هر کم رفتم گفتم برو رد کارم. رضا نوشته بیمه بیکاری فقط در حد حرفه. اولا گرفتن این مبلغ کار بسیار سخته و از هفت خان رستم باید گذشت و بعدن اونقدر کم و ناچیزه که دردی دوا نمی کنه. ابی میگه چرا به شخصی با پرداخت 26 سال بیمه به طور حقیقی 4 سال بیمه بیکاری تعلق نمیگیره که با توجه به مشکلات عدیده مالی اون شخص به طور غیر واقعی و ترفندهای خاص از این طلب به حق خودش استفاده کنه. و در ادامه میگه حق قانونی باید به کسی که پرداخت بیش از 26 سال بیمه رو داره 30% از بازنشستگی رو بهش تعلق بگیره. ایمان یکی از کاربران میگه بیمه بیکاری از کارفرما کم میشه، ولی تو پروژه های عمرانی که اصل بیمه از مطالبات پیمانکار کم میشه، به علت عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران حق بیمه هم به تامین اجتماعی پرداخت نمیشه و تامین اجتماعی هم مشکل با این مسئله داره. بهزاد یکی دیگه از کاربران با کنایه میگه اشتغال حق مسلم آقازاده هاست و مردم جزء این گروه نیستن، رفاه هم حق مسلم دولت مردان و سپاهیان و روحانیان و بس. نیما از کرج روی خطین، بفرمایید. سلام عرض. سلام بر شما. خوب هستین؟ ممنونم. من میتونم اسمی از شرکت دولتی که کار میکردم ببرم؟ بله بفرمایید. من در شرکت پارس خودرو کار میکردم، حدود 10 سال کار کردم. بعد بنا به دزدی که رئیس ما میکرد، متاسفانه با ترفند خاصی رئیس کمیته انضباطی اون زمان که فکر می‌کنم هنوزم شاغل باشه در شرکت، ما رو از این شرکت اخراج کردن، یعنی فرداش اصلا نگذاشتن ما داخل شرکت بشیم. این رئیس ما چند بارم قبلش اخراج شده بود،
بعد برای بیمه بیکاری که حالا دوستان میگن در کشورهای دیگه یک ساله و چطور در ایران سه ساله فلان، ما وقتی مراجعه کردیم خب یه مدت اداره کار خلاصه رفت آمد داشتیم این حرفا، بعد گفتن از یک سال گذشته دیگه بیمه بیکاری به شما تعلق نمیگیره. بعد وقتی من خب پیگیر شدم خودم بیمه بیکاری رد کردم، گفتم باید یک سال دیگه دوباره شما بیمه رد کنید تا به شما ما بیمه بیکاری بتونیم بدیم. من یک سال خودم بیمه ریختم، بعد وقتی رفتیم سراغ بیمه بیکاری گفتن نه خود شما نباید بریزید، باید یک شرکتی شما کار کنید شخص ثالثی برای شما بیمه رد کنه. من نمیدونم حالا فرقش چیه، خود من اون مبلغ رو ریختم، حالا شخص ثالثی، یعنی به هر طریقی اینا میان از حقوق کارگر یا حالا ما به عنوان مهندس اونجا کار میکردیم، به هر طریقی از حقوق کارگر یا کسی که تو محیط کارگری داره کار میکنه میزنن و حالا به هر طریقی حق و حقوق مردم و کارگر رو دارن کوتاهی میکنن درش دیگه. ممنونم نیما از این که اومدی روی خط. حمید از تهران روی خطین، بفرمید حمید. سلام علیکم آقای سفیری. سلام بر شما. من 28 سال سابقه پرداخت بیمه دارم، بیمه های خیلی خوبی هم از ابتدا تا به حال پرداخت کردم. به دلیل تعلیم های شدید بیکار شدم و تقاضای بیمه بیکاری کردم. متاسفانه به من اعلام کردن شما چون تو پروژه کار میکردی و پروژه معناش موقته، پس از اول میدونستی کارت موقته و به شما تعلق نمیگیره. گفتم چرا؟ شما که میدونستین به من تعلق نمیگیره 3%شو کم کردین. گفتم خب اون قانونه. بگذاریم. کارفرمای ما برای اینکه این بیمه رو به من بعداً پرداخت نکنه از 6 ماه قبل از تسویه حساب اخراج ما قراردادهاش رو به جای که 6 ماه یک ساله ببنده 2 ماه می‌بست. قرارداد موقت. چرا؟ برای اینکه هر زمانی که قرار شد یه درو اخراج کنه تا پایان 2 ماه رو حقوقشو بده بعد نتونن تقاضای چیز کنن بیمه بیکاری. چون بیمه بیکاری میگه شما اگر به اصطلاح پایان قراردادت باشه به تعلق نمیگیره. درست. آقای صفیدی. ممنونم از اینکه اومدین روی خط. علی از کرج روی خطین. علی یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. با سلام جناب سفیری، خط شما. سلام بر شما جناب سفیری. من خلاصه کلام یه چیزی میخوام بگم، یعنی کلاهبردارتر از بیمه تامین اجتماعی هیچ ارگانی نیست. به این دلیل میگم بنده خودم و خانومم به شخص جو سرایدار مدرسه خیر انتفاعی بودیم. از روز شما بعد از یک سال که بیمه از اونجا بیکار شدیم رفتیم دنبال بیمه بیکاریمون. اولا که یه پروسه خیلی عظیمی جده بانگ گذاشتم اداره کار. بعد از اداره کار اومدیم رفتیم کجا برای بیمه بیکاری. بیمه بیکاری اومدن حساب کردن گفتن شما چند روز کم دارید در سال، در یک سالتون به شما تعلق نمیگیره. متوجه شدیم اینا با کارفرماها به کارفرما میگن شما در طول قراردادتون بیمه که رد میکنه ماهیانه به بعد 30 روز رو بزنید 22 روز، 25 روز، 26 روز. یعنی برای اینکه جمع که میکنن یک سال کامل نمیشه، میگن به شما تعلق نمیگیره. در خاتمه کلامم یه تقاضای ازتون دارم، یه برنامه در خصوص شرکت های تامین نیروی انسانی برای شرکت های بزرگ بذارید. چشم. من یه چیزی براتون تعریف بکنم که چشم. سپاسگزارم. فرصت اون به پایان داره میرسه. محمد از قم روی خطین. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم و عذرخواهی هم میکنم. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما. قربونت برم. این که بیمه میخواد تایید این آقا باشه که داره میگه کلاهبردار بیمه، واقعا کلاهبردارن. من الان بیمه اختیاری هستم. اختیاری بیمه اختیاری بهش بیمه بیکاری که بهش تعلق نمیگیره هیچی، همون مبلغ 20 ساله دارم پول میدم. الانم که میخواد برم درمان بکنم 1% از ما پول میگیرن. تشکر. ممنونم که اومدین روی خط. آرمان هم از گلستان روی خطیم، ولی فرصتمون کمه. بفرمایید. الو، درود بر شما، خسته نباشید. ممنونم. ببینید بنده اعتقادم به اینه الان 180 هزار نفر
توی بیمه بیکاری ثبت نام کردن عضو هستن. اینها وقتی هم که از کارشون اخراج میشن بهشون 812 هزار تومان پول میدن. با این 812 هزار تومان نمیشه کاری کرد، یعنی نمیشه یه زندگی رو در عرض دو هفته هم تو تهران گردون. خب این بیمه اصلا به چه درد میخوره؟ بهترین دلیل بر این که دارن پول مردم رو میدوزن، ببین اینها اومدن، آقای روحانی اومد یارانه ملت رو با جابجایی تاریخ دو ماه یارانه ملت رو بالا کشیدن و خوردن. آرمان عذرخواهی میکنم، فرصت برنامه به پایان رسید، امیدوارم در شبهای آینده هم بیننده برنامه روی خط باشیم و در خدمتتون باشیم. از عادل از اهواز هم عذرخواهی و تشکر میکنم. اما خبرهای پربیننده در شبکه‌های اجتماعی. اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری ایران از پرمخاطب‌های فضای مجازی بوده. این خبر رو دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام کرده. علی با کنایه نوشته وقتی مناظره احتمالی روحانی و رئیسی رو تجسم می‌کنم از شدت هیجان تپش قلب می‌گیرم، چه حرف‌هایی میشه زد. منصور با کنایه توییت کرده اندک اندک جمع مستان میرسن، اشاره به رئیسی و بقایی. آزار توییت کرده ابراهیم رئیسی ویژگی‌هایی داره که اومدنش حتی در صورت اجماع نسبی اصولگرایان بر سبد رأی روحانی خواهد افزود. عارف توییت کرده اما اصولگراها قمار بدی کردن، شکست رئیسی ضربه مهلک و کشنده‌ای خواهد بود برای این جناح، به این زودی‌ها کمر راست نخواهند کرد. نکته امروز توییت کرده وا مصیبت ها به این انتخابات و بس، انتخاباتی که دزدی میلیاردی های قالیباف مهرز و دیگری دستور و رهبری قتل عام مردم و قاتل رئیسی. یکی از کاربران توییت کرده از الان منتظر قیافه رئیسی در مناظره هستم وقتی که روحانی راجع به اعدام های 67 ازش بپرسه، اگر جرأت کنه البته. مها توییت کرده من فکر میکردم با رو شدن فایل صوتی منتظری در مورد کشتار 67 رئیسی مهره سوخته حساب میشه و گزینه رهبری بودن شایع است، کاندید شدنش رو کجا بذارم. ابراهیم رئیسی البته لازم به ذکر که یکی از اعضای گروه موسوم به هیئت مرگ بوده که با حکم آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 تصمیم گیری کرده بود. حوادث بلایای طبیعی به تعریفی در تمام دنیا اتفاق میفته، مثل طوفان‌ها، مثل گردبادها. البته در ایران یه تفاوتی، در ایران روی خط زلزله هست، حوادث دیگه اتفاق میفته. در خراسان هم شاهد زلزله بودیم، بنابراین پدیده به نام مدیریت بحران در کشوری مثل ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیره. به نظر شما در آیا ایران آمادگی مقابله با این بحران ها رو مثل زلزله، مثل سیل، طوفان و آتش سوزی رو داره؟ 202-382-7205 شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خطه. از همین الان میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بذارید. شب بر همه شما خوش. روز شبتون خوش. صدای آمریکاست.